الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بیندگان عزیز تلویزیون نور، خانواده شریف مسلمان افغانستان، جوانان نازنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اول پیش از که سوال ها را جواب بگویم و بریم به مطالب امروز، چندین مطلب از خدمتتون بگویم. اولی که در 6 نوامبر 2008 که روز پنجشنبه میشه، ساعت 6:30 بعد از ظهر، جناب برادر گرامی برادر عبدالحی دار، که عبدالحی دار اساسا یک مسلمان امریکایی است و بسیار به زبان فارسی و ادبیات فارسی دسترس داره و این امریکایی بوده و مسلمان شده و افغانستان رفته، یک برنامه داره سر تجلیل از 1000 سال ادبیات تصوفی در ایژین آرت میوزیم در سان فرانسیسکو 6 نوامبر ساعت 6:30 در ایژین آرت میوزیم در اتاق ایژوکیشن استودیوز و قیمت دخول موزیم $5 است. همچنان در 16 نوامبر 2008 که روز یک شنبه میشه در شمال کالیفرنیا در دایموند پالاس که سابق به نام فلامینگو بود آل دایموند پالاس است، یک برنامه جمع‌آوری اعانه برای بیوه ها و اطفال یتیم افغانستان از طرف اسلامیک رولیف گرفته شده که در او آقای ارشد ارشاد و جناب قاریس صفی الله و همچنان بنده عاجز و جناب و ببخشین بی فخرنسا دکتر فخرنسا یوسف زی و همچنان ما سخنرانی میکنیم برای ازی به کمک به خاطر بیوه ها و اطفال یتیم و ای از 16 نوامبر ساعت 5:30 شروع میشه روز یکشنبه 16 نوامبر. همچنان خواهران برادران افغان ما در ایالت ویرجینیا در شمال ویرجینیا میخواین که یک لباس های نو و لباس های که کمتر استفاده شده باشه، زیادتر اگر نو باشه بهتر، کل از این را جمع کنن به افغانستان به خاطر زمستان روان کنن و شما میتونین که در این کسایی که در ویرجینیا هستن و یا نزدیک ویرجینیا هستن، لوکیشنش هست برک لیک پارک 7315 آکس رود در فیرفکس ستیشن ویرجینیا ایریا ای این بی، ساعت 9 صبح تا 6 شام لباس جمع میشه و زیادتر کوش کنین که لباس های گرم، بالا پوش، موزه، چیزایی که به زمستان به درد میخوره. و این روز ساتردی، روز شنبه اول نوامبر است، روز ساتردی یا شنبه اول نوامبر از ساعت 9 تا 6 و یام خداوند اجر بتشانه که این کمک به برادرها و خوارای مسلمان در افغانستان میکنن. همچنان مکمل افتخار و تبریک باز بر خدمت جناب آقای استاد عبدالعلی نور احراری، کتاب نوشان به نام رهنمای آسان حج عمره، حج و عمره جدید از طب برآمده و بسیار یک کتاب جالب است و من ایره چون بسیار کوتاه است ایره بسیار گفته امریکا کوک ایره مخاندم، از اینکه من چندین دانه کتاب حج دارم و این کتاب نو برآمده و ما کسایی که حج میرن و کسایی که حج نمیرن، برای اینکه ما باید این معلومات داشته باشیم، این کتاب شما باید بخرین، قیمتش $10 است و 650-656-2678 به آقای احراری استاد زنگ بزنید. تمام دعای مهمی که در حج گفته میشه در پشتی اخیر درد شده، یعنی شما احتیاج ندارین در متن برین که یک دعا را پیدا کنین، یک فایدهش است. از نظر تحقیق تمام مذاهب چارگانه اهل تسنن در این با پاورقی درج کرده و کدام چیز بین علما اختلاف نظر است و در پاورقی آمده و
علمای معاصر همچنان که در مسئله حج نظریات و نوشتهایی دارن در ای آمده و یک فصل مخصوص برای حج زنا آمده در ای کتاب، یعنی بسیار یک کتاب کوتاه اما بسیار جامع، حج و عمره از جناب استاد عبدالعلی نور احراری. نمره تلفنش تکرار میکنم 510-656-2678، میتونین کیره آردر بدین. ما تکرار به جناب استاد عبدالعلی نور احراری و خانمشان و خانوادهشان تبریک میگم که بسیار خدمات واقعا شایان میکنن به درای اسلام و فرهنگ اسلام. همچنان در مجله جدید فارن افیرز بسیار دو مقاله جالب است، یکی به نام چکینگ راشا، برای از اینکه روس منعیس یک سوپر پاور از قدرت افتید، اما دلچسپی ها و علایق اقتصادی و سیاسی خود در منطقه و جهان داره. از همین خاطر است که جورجیا را مثلا اشغال کرد، از همین خاطر است که ونزوئلا در بغل گوش امریکا معاملات نظامی را برانداخت. بسیار یک مقاله جالب در فارن افیرز چکینگ راشا، و همچنان یک مقاله دیگه به نام سر پاکستان و افغانستان و غرب، پاکستان و افغانستان و غرب، در صفحه 30 از ای که این مقاله را احمد رشید که کتاب طالبان را نوشته کرده، و همچنان یک پروفیسر امریکایی From Great Game and Great Bargain سر Ending Chaos in Afghanistan and Pakistan، این توسط احمد رشید اما جورنالیست بسیار مشهور که کتاب طالبان نوشته کرده و کتاب طالبان که نوشته کرد و کتاب بسیار مشهور شد در دنیا، دانشمند گرامی جناب عبدالودود زفری که در بیریا زندگی میکنه اونا ترجمه کردن که بسیار قشنگ ترجمه کردن. امرای بارنت روبن که یک پروفیسر امریکایی است، یک مقاله سر افغانستان پاکستان، کسایی که به مسائل سیاسی افغانستان علاقه داره و کسایی که میخواهد که مسائل منطقه، این اخبارا بسیار، این مقالات بسیار مهم است. همچنان از برادر احمد جان اوتک از دی افغان پست کانادا تشکر میکنم که افغان پست بر ما توفه روان کردن، این دفعه دوم است توفه روان میکنن، و همچنان یک مقاله مرا که بر رمضان نوشته بودم در این چاپ کردن، یک جهان سپاس. و افغان پست بسیار یک اخبار بسیار باسویه است. باسویه است که ای که مثلا شما در باز مطالب سیاسیش مخالف هستین یا ما، این بحث جداگانه است، اما بسیار به یک استاندارد بین المللی افغان پست چاپ میشه و من حتی رنگ برشان تبریک میگم سر انتخابات کانادا، سر شرایط زندگی در کانادا، افغانستان، تمام مطالب در افغان پست است. از این که لطف کردن، کرامت کردن و مقاله مرا در افغان پست چاپ کردن و یک جهان تشکر میکنم، و یک اخبار وزین در کانادا نشر میکنن آقای اوتک و همکارانشان، خوارا برادر، یک جهان تبریک میگم. و همچنان در گذشته شما رو گفته بودم که در وبسایت آلمان به نام آزمون ملی یک مقاله سر انتخابات در اسلام چاپ شده که امروز سر از او انشاءالله که یک چند دقیقه به نام اسلام شناسی درس ششم صحبت میکنیم. یک بی از ایالت اریزونا به نام صدف جان دوست برای ما ایمیل کرده بود که سر هالوین یک گپ بزنم که آیا خانواده ها باید که هالوین اولادایشان در هالوین برن نرن تجلیل کنن، برای که 31 اکتبر هالوین است و یک تعداد خانواده ایران ماندن که اولاد خود بانن یا نمانن و یک تعداد خانواده هیچ به گپا اعتقاد ندارن. زندگی یک مسلمان اول یک زندگی اعتقادی است. اول یک زندگی، وقتی که ما در هفته گذشته تشریح کردم لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم، تمام زندگی ما یک زندگی اعتقادی است و از طریق قرآن و سنت مطرح است. از این خاطر یک چیزی را که قرآن و سنت رد کرده باشه، عمل از او و پیشکش کردن از او و تجلیل از او بر ما درست نیست. و در اول بگویم که هالوین یک کار بسیار بسیار نادرست است،
و پیش ما شخصا یک کار حرام است کسی که در هالوین شرکت میکنم. حالا به خاطر از اینکه اولاد هستن ساتکشان یک دقیقه تیر شده بازی موشک بساز و خرک بساز و چی بازی بازی کسایی میکنه که بسیار خود چیز میگرن، یعنی دانستن میگرن و فامیده میگرن و یک آنتاج در تلویزیون ها گپ میزنن و ترا با ببینی که بچه که 5 ساله 6 سالش او از او خرگوش سخت شده یا موشک ساخته که یک دم از این خانه دو خانه و از او خانه دو خانه. این یک کار حرام است به خاطر از اینکه ای از پیگن در اساسا در آیرش در آیرلند ای شروع شد و ای از کارهای مردم پیگن و کفار اروپای قرن 18 و 19 بود و ای اساسا در قرن 19 در امریکا آمد و یک تعداد زیاد در امریکا بسیار شدید سر از این چون که یک نظام سرمایه داری است از این پول میسازن برای از این که لباس ها را میسازن و نیفم شما را یعنی من شما خبر دارین. بازی را عیسوی ها به خاطر از اینکه یک کار پیگن بود بازی را عیسوی ها یک تچ عیسویت دادن که ایواز که هالوین از سه کلمه مشتق شده اساسا می هالوین اساسا سه کلمه است All Hallow Eve All Hallow Eve All یعنی که همه Hallow یعنی مقدس و Eve یعنی که شب یعنی که تمام شب یک شب مقدس است که پیگن یا کفار اروپا در گذشته های دور تجلیل میکردن و رقص میکردن و شادی میکردن و ارواح را میخواستن ظاهر کنن و خود چیزهای عجیب و غریب میساختن. بازی را به نام All Saint Day All Saint Day ای را چی کردن؟ عیسوی ها یک تچ کردن. به هر حال چون امریکا یک نظام سرمایه داری است اثر هر چی که اینا پیسه بسازن او در خون و رگ مردم شامل میشه و بالاخره برزی که we are a consumer society یک نظام سرمایه داری یک نظام این مسئله عقیده و پرنسیپ و اصول و اخلاق و اینا مطرح نیست. هر وقتی که پیسه ساختی و you make money then you are a good person. از این خاطر از این بسیار مثل کریسمس که یک چیز تجارتی شده از این اشتوکارا و بزنس هاست و باز تا تلویزیون ها باز یک پامکن یا کدور پیش روی خود میمونن و برترتیم. در اسلام این حرام است، در اسلام یک چیز بسیار ناپسند است، این کار کفار گذشته بود و بالاخره کار مشرکین است. از این خاطر و کسایی که اولادای خود در هالوین روان میکنن بیرون اینا خودشان مردم بسیار خرافاتی هستند، اینا مردم های خرافاتی هستند که اولاد خودن. اما شو نظر من ایست که شما امرای زن و اولاد برین در یک رستوران دروازه خانه مثل که من اولاد ندارم کل رو ببرم منطقه میان در پشت دروازه تق تق میزنم. از او خاطر من چراغ رو گل میمانم و چراغ سر کوچه رو گل میمانم و هیچ نشان میدم من هیچ در خانه نیستم. و شما خبر دارین که چندین دفعه باز جنایات صورت گرفته که در بین چاکلیت ها و شیرنی ها پاکی و اینا را ماندن و اولادا کور خوردن، اولادا زخمی شدن، کسایی که نفاق تولید میکنن و یعنی بسیار گپا شده سر هالوین و یکان تا اولادا تا گم شدن در وقت برزی کوچه به کوچه کشتن کتنپ شدن. یک کار بسیار نادرست و پیش ما مسلمان ها یک کار حرام است. وش کنین که اولادا تا نمانین اموشو یا چراغ کوچه را گل کنین اید نشان نتین که شما خانه هستین یا خانواده را خانواده گرفته برین در یک رستوران یک نان مزادار بخورین طرف های 11 به شب بین و استراحت کنین و خوب پاکیزم. یک در هفته آینده ما یک دو سه هفته پیش یک تلویزیون امریکایی به نام پرسپکتیو تی وی در الامیدا امرای ما یک مصاحبه کرد سر افغانستان و او مصاحبه آل نشر میشه در 27 از ایما ساعت 7 شام در چنل 28 در الامیدا و مرن کاونتی و ما در هفته آینده این برنامه را که ما انترویو کردیم سر افغانستان امرای یک تلویزیون امریکایی این برنامه را بر شما نشان میتم و کسایی که علاقه دارن که افکار مرا بشنوند درباره افغانستان این پروگرام باید ببینند که ما امرای یک تلویزیون امریکایی چی گفتیم. و همچنان مریم جان رزاق از شهر تریسی یک ایمیل کرده بودند که آیا خداوند مسئول نصیب و قسمت ما است؟ پس چرا ما برای امرال خود مسئول میشیم که اگر خداوند کل نصیب و قسمت ما را ساخته پس ما چی؟ گناه ما چیست که مثلا یک آدم دوز است؟ گناه ما چیست؟ نه، افغان ها 99.9% نصیب قسمت بالکل غلط فهمیدن. هر بدبختی که سر ما بیاد
ما سر خدا مندازیم. هر بدبخت اگر بی تربیت هستیم سر خدا مندازیم، اگر بی تحصیل هستیم سر خدا مندازیم، اگر زن ما لط میخوره دختر مردم لط میکنن، نصیب و قسمتش بیچاره، ما کیفا میده بدم. نه، خداوند بر شما عقل داده و حجت بین قرآن و انسان عقل است و بر شما قانون داده مثل قرآن و بر شما یک فرهنگ بسیار والا داده مثل ارشادات رسول کریم صلی الله علیه و سلم سید المرسلین، که شما از قانون قرآن و از ارشادات نبوی کار بگیرین و زندگیتان را بسازین. مسئله نصیب و قسمت که من یک پروگرام جداگانه سر از این گپ میزنم، عالمه کوتاه میگم که این مسئله نصیب و قسمت این نیست که مثلا شما درس نمیخواین بگوین نصیبش، یا حقوقتان پایمال میشه پس عقل خودتان چی شد. مسئله نصیب و قسمت اینست که خداوند در چرخاندن کائنات این نقش بسیار بارز داره و تمام چیزهایی که در زندگی شما اتفاق میفته او میفهمه پیش از پیش، خودتان نمیفهمین، اما خودتان در طول روز و در طول حیاتتان باید از قرآن کار بگیرین، از عقل کار بگیرین، از پیشنهادات رسول کریم صلی الله علیه و سلم کار بگیرین و زندگیتان رو بسازین و تصامیم خود بگیرین. مثلا زلزله میشه، این شما نمیتونین، این نصیب زلزله نصیب و قسمت است. یک آبخیزی میشه، این نصیب و قسمت است. یک آتش فشان میشه، این نصیب و قسمت است. اما در قسمت انسان نصیب و قسمتش که 20 سال بعد از امروز سرما چی گپ میشه، این من فعلا نمیفهمم، اما خدا میفهمه. فعلا معمقه میفهمم که من عقل من سالم است و من چطور منعیسی اگه انسان باید که علم بیاموزم، از خرافات مثل هالوین دوری کنم، کارهای من بر استناد اسلام عیار بسازم. ای که باز چی آینده میشه، این ما توکل میگیم، یعنی اعتماد به خداوند. سر داینده یک پروگرام چی میگه، ای که هر بدبختی که سر شما میاد بگین که خدا نه، یک آدم دوز است میتونه که از دوزی چی کنه. مثلا یک آدم دوز است، توبه میکنه، میره یک مکدونالد یا برگر کیر کار میگره، پس نصیب خود قسمت خود تغییر داد. و یک حدیث است در این مورد که یک حدیث که ما امروز پیش شما آوردیم، یک حدیث است که انسان نصیب و قسمت خود تغییر میده. بله، یک آدم است مثلا بسیار بدخوی است، ای باید که میتونه خود علاج کنه، میتونه که، یا مثلا یک آدم دوز است، ای خود علاج میکنه، میره به دوزی دسمه توبه میکنه، یک کار میگره، خلاص نصیب خود من سنت تغییر داد. این بسیار افغان ها در این قسمت بسیار غلط فهمیدن. باز کسایی که ضد دین هستن باز ما را فیتالیست میگن، یعنی که ما هیچ از خود عقل نداریم و هر چیز به سر خدا تومت میکنیم. این یک پروگرام در آینده انشالله که سر ازی چی میکنیم. یک برادر ما که آقای محمد از زنگ زد، ایمیل کرده بودن که حقوق زن و مرد در اسلام شما که میگین مساویس، پس آیا کار کردن در کازینو، شما نظر شما در این چیز، ای خود کل در اوج فساد است و دگه است و دگه است، چطور زن و مرد در اوج. اولی که سر حقوق زن و مرد، ما باز گرچه چندین دفعه صحبت کردیم سر این موضوع و حتی یک کتاب نوشته کردیم در این موضوع، سر حقوق زن و مرد انشالله که یک برنامه خاص بعد از اینکه یک دو هفته بعد میسازیم. فعلا همه که بر شما بگیم که مسئله کازینو و کار کردن در کازینو و یک قمارخانه مثل گوشت خوک است. اول ما میفهمیم که حرام است، مثل که گوشت خوک حرام است. اناله وقتی شما در کازینو کار میکنین که هیچ عاید دیگه در جامعه نباشه، در هیچ جای دیگه کار نباشه، شما باز میرین در کازینو کار میکنین. مثل که در صورتی که هیچ غذا در جامعه نباشه، هیچ غذا نباشه، هیچ چیز نباشه، گوشت خوک برای شما حلال میشه. هیچ وقتی که هیچ غذا وجود نداشته باشه که شما از گشنگی نمورین، در وقت است گوشت خوک حلال است. در مسئله کار کردن بر کازینو و قمارخانه ها، مخصوصا در لاس ویگاس و اتلانتیک سیتی، در بغل نیوجرسی و نیویورک و لیک تاهو در شرق کالیفرنیا، وقتی شما میتونین که در این مراکز که در این دارالحرب زندگی میگم شما کار کنین که هیچ کار دیگه نباشه. این عین قصه گوشت خوک است و این بود جواب برادر ما. اما سر حقوق زن و مرد انشالله که در آینده بسیار نزدیک یک پروگرام بسیار مفصل میسازیم. یک کمپانی آمریکایی، ببخشید، یک کمپانی یهودی، یک کمپانی اسرائیلی
یک چیز ساخته، یک DVD را ساخته به نام Obsession که رادیکال اسلام نشان میده، برای از اینکه ام اسلام تخریب کرده باشن و ام اوباما را کوبیده باشن. و ایرا 28 میلیون DVD مفت رایگان در کلرادو، فلوریدا و همچنان در اوهایو، امی کی استیت که استیت های کلیدی که در انتخابات بسیار نقش داره، اینا توضیح کردن در بین سندی پیپر و مردم بسیار شاک شدن برای اینکه بسیار اسلام غلط معرفی کردن. امیدواری کار اسرائیلی هست در امریکا و چون میگن که آزادی بیان کلام است، هر قصق داره و از خود دفاع میکنن که ما فقط خواستیم بر مردم خطرات اسلام در آینده چی کنیم. شما میتونید در CNN برین، من امروز وقت نیافتم که امو کلپ، یکی آدم از یوتیوب که کلپ نشان میده، کلپ درست نمیایه پس، از او خاطر من صرف نظر کردم کلپش نشان بدم. اما شما میتونید در CNN برین و DVD Distributed Obsession، نامش Obsession Radical Islam، فوراً پاپ اپ میکنم، میتونین که ایرا ببینین. و معلوم دار قصای امریکا در بخش انتخابات همیست که شدید سر اوباما هم حملات از طرف حزب جمهوری خواه بسیار زیاد شده میره و در روز به انتخابات مانده و Welcome to Democracy که یک رنگ یکی دیگر کوبیده میرن و یکی دیگر سر خود یکی دیگر تومت کرده میرن و اوباما یک نقصش به حساب رپابلیکن ها همیست که سیاپوست است و یک نقص دیگهش همیست که اینا ادعا میکنن که مسلمان است. و در هفته که گذشت کالن پاول وزیر خارجه سابق امریکا که یک جنرال پنج ستاره هم در گذشته بود و یک سیاپوست است، ای از حزب جمهوری خواه که حزبش بود برید، قطع رابطه کرد و اوباما را تصدیق کرد و تایید کرد منایس رئیس جمهور آینده امریکا. و بسیار جالب است که من در بریک رفتم، اگر کمی کلپشم پیدا کنم بر شما همی کلپشم مشنوانم، امرای تمیم جان کار میکنم کمی کلپشم. و گفته که اینا گپایی که میزنن اعضای حزب، گپایی که میزنن که ای اوباما یک مسلمان است، ای بسیار یک کار تخریبی است و در امریکا یک چیز نباشه، در حالی که میگه که اوباما مسلمان نیست و یک عیسوی است. باز فرض محال که اوباما مسلمان، چرا یک مسلمان حق نداره که در امریکا رئیس جمهور شود؟ و ای برآمدن آقای کالن پاول از حزب جمهوری خواه و به طرفداری مسلمان ها و به طرفداری حق، از اینکه در قرآن شریف هم آمده که بعض عیسوی ها هستند که اینا عقایق میگن، کلشان نمیگن. این بسیار جالب است. من کوشش میکنم، وعده نمیکنم، کوشش میکنم که این کلپ کالن پاول بر شما نشان بدم. پیشی که در بریک بره، من از بریک یک 5-6 دقیقه مانده، یک موضوع بسیار عمده اجتماعی را من بر شما میگم که اول دفعه از این تلویزیون شما میشنوین. ما افغان ها که 29-30 سال پیش، اکثریت ما در این سالهای 80 مهاجرت کردیم در امریکا و در اینجا زندگی را شروع کردیم و کل ما زندگی را از صفر شروع کردیم و معلومدار امرای عقاید و عنانه افغانی در اینجا آمدیم و چون گروه آمدیم کوشش کردیم که یک تعداد کوشش کرد که عقاید و عنانه افغانی خود نگاه کنه، یک تعداد از دست داد، گوره اسیمیلیشن میگن، یک تعداد به مو ادپتیشن رفتن، یعنی که عقاید و افکار خودم نگاه کردن و در جامعه نوام دانستن که داخل شوند، خوبیایش از او بیاموزن. یک چیزی که در جامعه افغانی از نگاه جامعه شناسی یا سوسیولوژی اتفاق افتید همیست که ما چون یک مردم قومی و قبایلیستیم، ما همیشه دخترها را گفتیم بچه مکتب تا برو درس تا بخوان، پس گوشه خانه بیا و که کسی غرض نگیو. اما بچه را کمتر ما امین نصیحت کردیم و ای از مطالعات ماس که ما یک 5 سال پیش در این مورد کردم و در تلویزیون صدا و سیمای افغانستان هم که به همت خلیل جان راغب و جناب آقای عظیم جان عظیمی او رن میکد، خداوند در دوش اجر بده که بسیار خدمت کردن برای 14 سال در منطقه کالیفرنیا. این موضوع را من گفتم و من باز این موضوع را میگم که چی گپ شد. گپی بوده که ما هم دخترها را بچیم تو سیاست هستی و بعضی که او ناموس ما بود، دختر ناموس ما بود. نتیجه ای که دخترها مکتب رفتن و گوش آمدن و مکتب رفتن، امروز دخترهای ما اکثریتش در مقابل بچه ها، اکثریت دخترهای افغان یا یک بچلر دیگری دارن یا یک ماستر دیگری دارن و اکثریت
بچه های افغان به مقایسه دخترای افغان اینا تحصیلات کمتر دارن. بچه ها اگه شب ناوقت آمدن خیر است، بانش جوان است، اگه اینا رفیق و رفیق بازی کردن خود جوان است، اگه دخترای خارجی رو در خانه آوردن کسی انتقاد نکرد. این دخترک در گالفرند بچه ایم است، بلکل اوغانا وارست، بلکل اوغانا وارست، برای اینکه همون خیانت خود پت کنه که حرام حرام است. ما چرا اجازه بدم که دختر خارجی در داخل خانه بیره؟ اما برای دختر خود اجازه ندادن که یک بچه امریکایی را یا یک بچه خارجی را در خانه بیره. برای اینکه مسئله ناموس به شما تعریفش بلکل فرق میکنه. به هر حال بعد از 30 سال 1980 و امروز بعد از 30 سال یا 79 80، بعد از 30 سال دخترای افغان زیادتر تحصیل یافته و بچه ها کمتر تحصیل یافته. نتیجه از نگاه دموگرافی و علم جامعه شناسی چیست؟ نتیجهش ایست که امروز دخترای افغان کمتر شوهر افغان پیدا کرده میتونن، برای اینکه شوهر افغان بر از اون نیست. رفتم اون یکای خود جل زده و یا اون موتر رو بفروش و اون موتر رو بفروش و از این خانه از این کمره رو بفروش و از این فلی مارکت دو فلی مارکت از این درس نخوند. دختر درس خوند. امروز یک تعداد زیاد دخترای افغان است که به شوهر موندن برای از اینکه در دین ما اجازه نیست که اینا یهود و نصارا رو اینا رو ازدواج کنن و یک تعداد یهود و نصارا اینا مالدار اونا مسلمان نمیشن و یک تعداد بچه ها معلومدار کوالیفای نیستن، کفایت ندارن که امرا یک دختر که در رشته ماستری داره و او هیچ چیز نداره ازدواج کنه. اما ما بر شما بگویم که در داخل خانواده ازدواج و زناشویی، ماستری و دکتری و نام پدر و بچه فلانی خان و نواسه فلانی خان و ما فلانی از فلانه قوم هستم، اینا هیچ رول نداره، جزئی‌ترین رول نداره. که دکتر هستی، که ماستر هستی، که پیسه دار هستی، که بچه فلانی خان هستی و نواسه فلانی خان هستی و تحصیل یافته است، ای گپا از در اتاق خوابتان که در آمدین ماستری و بچه فلانی خان و نواسه فلانی خان و موتر بی ام دبلیو و خانه منشن در کجا داری، کل ضرب صفر میشه. ایجاست شما چطور یکی دیگر را بشناسین، چطور یکی دیگر را بتانین که در مسائل زندگی کمک کنین. پس من به جوانای ما اینطور نظر میتم که شما پشت از این نگردین که دختر افغان ماستری داره یا دکتری داره. شما منیست یک مسلمان خوب ارزندام کنین که من نفقه تو را میتم، تو را دوست میداشته باشم، احترامت میکنم. بانین کریر یا شغل و کسبه شما رب نتین به مسائل خانوادگی. ایچ برازی که ما دیدیم در سانتیاگو، در لاس آنجلس که بر ما تلفون کردن و ما کارایشان خلاص کردیم، زن و برد اردوش ماستری داشته اما زندگیشان در آتشا بوده. ما دیدیم که نواسه فلانی خان و بسمدانی خان بودن، زندگیشان در آتشا بوده. ما دیدیم که یک 70-80 هزار زن ساخته، 70-80 هزار مرد ساخته اما زندگیشان در آتشا بوده. این چیزا هیچ برازی که دو نفر با هم یک جای میشن، چرا ما یک زن شوی شویم، هدف از زن شوی شدن ما چی است و این مسائل شغل و کسب و کریر، این را شما لب رب دادن به مسائل اجتماعی، این هیچ ارتباط نداره. از این خود من به تمام جوانان میگم که شما باید که دخترای خوب افغان، بسیار دخترا هست که برای اسلام رفتن حجاب میپوشن و اینا علاقه دارن که شوهران خوب و مسلمان افغان بگیرن. پس شما خودتان جوانا در پای دخترای خودتان شتیشه میزنین که واسه که میرین که یک مکزیکی را میگیرین و یک امریکایی را میگیرین و که از اون مشکلات تفاوتای کلتوری و فرهنگی و کالچرال میداشته باشین و پسان جدا میشین و قصه تانا من در 6 تا قاضی کور شما را آشنا میکنه. چرا یک دختر مسلمان خوب تحصیل یافته، ولو که تو نجار باشی، اما تو یک مرد خوب باش، تو یک نفقه آورنده خوب باش، تو یاد بگی که چطور محبت کنی به زن و اولادت. این کار یک شوهر است. کار یک شوهر این نیست که در اتاق خو خود رفت با دیپلم خود نشان بده که I'm a doctor. نه، این گپا هیچ در زندگی کار نمه. میریم به یک بریک، با از بریک پس در خدمت شما هستیم. با ما باشین. تشکر. همزبانان عزیز، اگر قیمت خانه و عاید ماهانه شما کاهش یافته
اگر مفاد یا انترست بانکی تان افزایش یافته و خانه تان در معرض خطر یا فورکلوجر قرار دارد، شرکت مشورتی فرانتیر کنسالتیشن سرویسز از طریق لون مودفیکیشن توسط وکلای مجرب میتوانند مستقیما با بانک شما در هر ایالت امریکا که باشد به تماس شده و خانه دوست داشتنی شما را حفظ کند. جهت اخذ معلومات بیشتر لطفاً به آقایان حسین افضلی و شکیب عبادی به تلفن رایگان 888-886-7388 در تماس شوید تا بتوانید از این پروگرام خوب مستفید شوید. تاسی در افغانستان در اطرون که سرم رست کولای شید که ستاسی مورانه جبه پختاو یا دریوی نو تاسو کولای شید چه در امریکا در اردو لپاره دشبرون که په حیث کارو کرید. CACI در افغانستان در بیاوادانوالو در مرست پلاره که عالی تنخوا او نور گتی برابروی. For information about joining CACI to help secure a new Afghanistan, call 1-877-301-2224 or visit CACI.com. سلام مینا جان، سلام نسرین هستم. سلام نسرین جان، چی حال داری؟ برنج پخته کردم، شوله شده و ایران ماندیم، چطور کنم میمانم امشب خانه ما میایم. آه نسرین جان، من چندین بار برات گفتم که برو از این برنج سلطان بگی به اندازه برنج خوب است، میفهمی 4 ساعت پیشی تر میکنی و دانی ازی به اندازه حالا میده و که هیچ باورت نبیه. برنج سلطان از کجا بخرم؟ نسرین جان از تمام مغازه های افغانی برنج میتونی پیدا کنی. امیال برو و یکی دیگه از این برنج تهیه کو برمیماند، از من خوشت میاد. نسرین جان من باید این برنج سلطان را صاف کنم. خیلی از ماخر بامان خدا، انشالله که باز من رای گپ میزنم. خدا حافظ بامان. برنج سلطان را میتونید از تمام مغازه های افغانی و هندی به قیمت مناسب به دست بیاورید. شماره های تماس ایریا کد 510-938-9270 510-938-1564. Do you speak Arabic, Pashto, or Dari? If so, you can work as a role player for a company that provides training support to the U.S. military right here in Southern California. If selected, you'll be trained to follow an acting program of behaviors and situations that will help Marines in their area of operation. Sign up today to help Marines rebuild Afghanistan and eliminate violence. To apply, go to www.tatitlek.com and click on the role player's application under Job Opportunities. We will contact you if selected for an interview. با سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. این بود بخش اول برنامه. در بخش دوم برنامه به طور مختصر اسلام شناسی درس ششم انتخابات در اسلام، برای از اینکه انتخابات امریکا در 4 نوامبر است و یک در روز مانده به انتخابات و ما نیست مسلمان ها باید بفهمیم که در اسلام انتخابات چگونه است و یک مقاله ما در آزمون ملی جناب برادر بسیار بسیار ارزشمندم وایس جان ناصری در آزمون ملی او را چاپ کرده. شما میتونین که مفصل از این مقاله را بخونین. وقتی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلام رحلت کردند و مردم جمع شدند که ایره مجلس ثقیفه میگن و دمیجه بود که دو سه نفر مردم کاندید کردند که باید که خلافت اسلام به عهده بگیره و در این مجلس حضرت علی کرم الله وجهه نبود و او مصروف در خانه مصروف بود امرای به اصلاح ما شما مردداری و گپا. اما تا جایی که تاریخ طبری و ابن کثیر می خوانیم اندورس نشد در اون وقت. برترتیب این بحث های دیگه است که باید ما از نگاه فقه، از نگاه تاریخ اسلام با دید و بینش اهل سنت بر شما باز میگم این موضوع در آینده دور. چیزایی که بسیار مهم است در انتخابات اسلام که اول در انتخابات اسلام مجلس ثقیفه چی را ثبوت کرد؟
مجلس سقیفه اول ثبوت کرد که مسلمان ها یک جای میشن و رهبر خود انتخاب میکنن، یعنی که اسلام تئوکراسی نیست که همیشه ما را میکوبن که اگر که یک نظام اسلامی بیاید پس تئوکراسی میاد. اسلام تئوکراسی نیست که پاپ یک کار بکنن یا یک مسجد تصمیم بگره، این مردم است که تصمیم میگرن بر خلافت خود. و مجلس سقیفه بعد از رحلت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم سید المرسلین خاتم النبیین شاهد از این موضوع است که اسلام تئوکراسی نیست، مردم به سرنوشت خود تصمیم گرفتن. این نمبر یک. نمبر دو، در اسلام بسیار مهم است تواضع. از این خاطر است که در متون دینی خود میخوانیم که تواضع الله رفع الله، تواضع الله رفع الله، خداوند به کسی رفعت و بلندی میده که تواضع داشته باشه. از این خاطر در اسلام کاندید کردن نیست که من از دگاه که زیادتر میفهمم شما بیاین به من رای بدین، یا من کار شما را حل میکنم بیاین به من رای بدین. کسایی که در اسلام خود کاندید کردن، این به استناد داستان حضرت یوسف علیه السلام است که پیشنهاد کرد به مقام او وقت که کارهای اقتصادی را به او محول کنن. و از این خاطر بعضی کسایی که خود کاندید میکنن به می استناد است. اما وقتی که اسلام آمد و مجلس سقیفه دایر شد و اسلام مکمل تمام ادیان گذشته است، در اسلام بسیار مهم است که مردم یک شخص انتخاب کنند برای یک کرسی، نه اینکه خود آدم خود برای کاندید کنم. نقص از این چیز، نقص از این اولی است که وقتی یک آدم خود کاندید میکنه ای نشان میده که یعنی من از دگاه که زیادتر میفهم شما به من رای بدین، این تواضع نداره. نمبر یک. نمبر دو، نقص از این است که در دموکراسی اینه که بس که هر سگ و سگر گفته مو افغان هر سگ و سگر خود کاندید میکنه، هر کس خود کاندید میکنه، ظالم و عادل و عالم و هر کس خود کاندید میکنه. مثل که شما در افغانستان دیدین در انتخابات گذشته که آقای کرزای امریکا پس به قدرت آورد، هر کس خود کاندید کرد و چون جامعه رسیدگی نداشت، 86-87% درصد جامعه بیسواد بود، مردم از روی عکس ها و شف لنگی رای میدادن، نتیجه همون شد که عالم و دانا و اینا کمترین رای برد و کسای رای برد که اونا قطعا لیاقت و اهلیت لیدرشپ مسلمان ها را نداشتن. اینجا چی گپ شد؟ اینجا وقتی که خود آدم کاندید میکنه، مخصوصا یک عالم که خود کاندید میکنه یا یک آدم دانا خود کاندید میکنه، اول ای از ردیف تواضع میبره که من چون میفهمم شما نمیفهمین پس به من رای بدین. نه، مردم باید خود آدم مردم انتخاب کنه و اونا پیشنهاد کنن. یکی. دومی که عالم خود مساوی میسازه امرای امی. در پالی یک امی، در پالی یک آدم که در اوجه 100 نفر کشته، 1000 نفر کشته، خیانت کرده، وطن فروخته، عالم و امی و ظالم در یک ردیف قرار میگره. این نقص انتخابات ایج است. در حال در اسلام باید که یک کسی که کاندید میشه از طرف مردم، او باید که صفات اسلامی داشته باشه، او باید که اخلاق اسلامی داشته باشه، عادل باشه، طرفدار امپریالیزم نباشه، او مثلا مصرف نباشه، لکی بدنامی نداشته باشه، که صفات شما در این مقاله کلش نوشته کردیم. یک حدیث داریم از حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم سید المرسلین خاتم النبیین فخر بنی آدم، دو گروه از مردمند که اگر صالح بودند مردم به صلاح آیند و اگر فاسد بودند به فساد گرایند، دانشوران و زمامداران. دانشمند فاسد، دانشمندی که طرفداری از امپریالیزم میکنه، دانشمندی و زمامداری که از امپریالیزم دفاع میکنه، از این خاطر است که ملک شما که امروز به فقر و فاقگی و بیچارگی است، بعضی که نه دانشمند درست در اوج درست در چوکی ششته و نه زمامدار درست. و این حدیث رسول کریم صلی الله علیه و سلم سید المرسلین است. و باز سید المرسلین میگه هر چیز آفتی دارد، هر چیز آفتی دارد که مایه فساد آن میشود، و آفت این دین، آفت این دین یعنی اسلام، زمامداران بدند. پس این مردم است که تصمیم میگره که چطور باید که پس یک کمیته انتخابات باشه. این کمیته انتخابات هر مسلمان حق داره که کسی کاندید کنه، ولو که 20 میلیون نفوس باشه هر کس حق داره که کسی کاندید کنه. وقتی که رفت به کمیته انتخابات، کمیته انتخابات میبینه که اینا صفات اسلامی دارن یعنی که من در یک فیرستش برای شما چی کردیم دمو میتونیم بخواین تقوا و خدا ترسی و عدالت، دانش علم دین،
دانش علوم دنیایی مثل کامپیوتر، سایکولوژی آف آفیس و روانشناسی دفتر و از این چیزا. صحت و سلامتی، یک آدمی که مثلا 75 ساله باشه او نمیتونه که زیاد کار کنه، اداره بسیار زیاد قوت کار داره. حقوق مساوی بین زن و مرد که باید یک مسلمان چنانچه در قرآن آمده که در خلقت مساوی هستند، در اجتماع مساوی هستند و در خانواده مساوی هستند، حقوق زن و مرد مساوی بشناسم. منافع شخصی نداشته باشه که مثل که در بانک های سوئیس و اینا چی داشته باشن، یا مثل که یکی دو نفرشون که من خوب میشناسم در افغانستان کار خود که استعفا کردن یا از دست دادن باز اومدن در اینجا در بانک جهانی کار گرفتن. اینا کلشان ایجنت های امپریالیسم هستن. تبعیض بین پشتون و تاجک و هزاره و اینا، کل ملت در مقابل قانون حقوق مساوی داره. و یک غلط فهمی هم هست که یک تا فکر میکنه که مسلمان ها که سر کار آمد ملاها سر کار میه و مسلمان ها مسائل مدنی رو نمیفهمن. نه خیر، معذرت میخواهیم، مسلمان ها بودن که یک جامعه مدنی را بنیان گذاشتن. از همین خاطر است که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله وقتی که اجرت کردن مدینه را که یثرب بود نامش مدن مدینه موندن، یعنی شهر، یعنی که آل شما از حالت متروپولیت در حالت متروپولیتن یا کازموپولیتن شما قرار گرفتین، از حالت قومی و قبایلی و جاهلی و خرافات و هالووین و نمیفهمم سحر و جادو ترا شما دیگه برآمدین. و پس یک کمیته انتخابات باید باشه. پس هر کس حق داره که رای، وقتی کمیته هست که چند نفر واجد شرایط لیدرشپ است، میگه کنال از این 300 نفر که انتخاب شده از طرف مردم 30 نفر حق داره که واجد شرایط است. مردم به 30 نفر باید را بدن. وقتی که مردم به 30 نفر رای داد، 3 نفرش باید که تاپ میشه، این 3 نفر باید که ای طرف کنن. باز مردم در دور دوم انتخابات برای 3 نفر رای میدن که یکیش انتخاب میشه به نام رهبر مسلمین. حالا چی گپ و در دموکراسی، بدترین نمونه دموکراسی آدلوف هیتلر در آلمان بود که از طرف حزبش به سر قدرت رسید و جهان به خاک خون رفت. بله این نتیجه دموکراسی بود در آلمان. آدلوف هیتلر به زور تفنگ و به زور توپ و سلا به قدرت نرسید، به زور حزب خود و به زور قوت دموکراسی و پارلمانی به قوت رسید. ایجاست که اسلام آنقدر پیشرفته است، اول هر کس حق داره یک کس را انتخاب کنه و خودش هم حق داره، یعنی رای بده، هم انتخاب کنه هم رای بده، یعنی هر مسلمان حق داره که در جریانات سیاسی سهیم شوه. در حالی که وقتی که هر سگ و سگر خود کاندید میکنه و اونا هم نفرهای خود چی میکنن، دور خود جمع میکنن، امکان داره که اونمو آدم فاسد، اونمو آدم که اهلیت یک کمونیست میتونه که در افغانستان یک کمونیست رای ببره از طریق رشوت و از طریق کمونیکیشن و دیگه، این همین کارهایی که جمع میکنن که چی حال نیست که چطور رای بگرن و ببره و سرنوشت یک ملت مسلمان در دست یک کمونیست بفته بدین از او که کوالیفیکیشن رهبری را داشته باشم. اسلام بسیار پیشرفته است در مسائل سیاسی، فوق العاده پیشرفته است در مسائل سیاسی، اما کسی توجه نمی کنه. و یک حدیث دیگه از حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله، هر کس مردی را بر 10 تن ریاست دهد و بداند که از او برتر است، به خدا و پیغمبر و گروه مسلمانان تقلب کرده است. چقدر شیرین قشنگ گفته. هر کس مردی را بر 10 تن ریاست دهد و بداند که از او برتر است، به خدا و پیغمبر و گروه مسلمانان تقلب کرده است. اینجاست که انتخابات افغانستان یک انتخابات تقلبی است، یک انتخابات اسلامی نیست. برای ما چرا ملل متحدی را به انتخابات ما رهبری کنه یا آمریکا رهبری کنه؟ ما خود ما باید که بشناسیم که کی باید رئیس دولت ما شود. ما خود ما هر کدام ما باید عقل داشته باشیم که کاندید کنیم یک نفره. اون نتیجه هم است که عالم و امی و هر کس خود کاندید میکنه. اون شما دیدین که در انتخابات در افغانستان عالم کمترین رای برد، به خاطر از نتانا که از طریق قوای خارجی دست اندازی شد در پالوی از او. جامعه ای سطح نداشت که بین عالم و امی تشخیص کنه و اون بالاخره امریکا آقای کرزه به قدرت رساند. و کسایی که
در افغانستان خود کاندید میکنن و امیال هم کاندید میکنن و در بازشان میان در تلویزیون ها میگن انترویو میکنن. تا که اینا اپروف نشن، تصدیق نشن از طرف ایالات متحده امریکا، اینا هیچ اینا نمیتونن ریاست رئیس جمهوری افغانستان بگیرن. برای اینکه امروز چون ما یک کشور اشغال شده هستیم، اینا چی که اینا تا که اپروف نشن هیچ امکان نداره که اینا رئیس جمهور شون. پس هیچ یک انتخابات بی‌معناست، خود فریب دادن است. شما میتونین که این مقاله مرا در آزمون ملی در وبسایت آزمون ملی در آلمان نشر میشه، شما میتونین که بخونین. میریم به سراغ تلفن‌های شما. بفرمایید تلویزیون نور، فرید یونس در خدمت شما هستم. بفرمایید. بفرمایید. السلام علیکم دکتر. السلام علیکم جانم، شما خوب هستین؟ بفرمایید. تشکر داشتم. ما یک کلمه را نفهمیدم دکتر سگ سبول. کدام کلمه را نفهمیدین؟ سگ سبول کسی که خود انتخابات میکن. آه بله، آم در فارسی آمیانه کابل امی سگ و سگر، امی آدم های اوباش و بیمانا و هر کس مقصد سگ و سگر نیست که اینا کوالیفیکیشن ندارن، اینا اهلیت رهبری رو ندارن. هر کس خود کاندید میکنه، مثل که در امریکا هر کس خود کاندید میکنه، در حالی که درست نیست. 8 سال آقای بوش این کشور امرای جهان در خاک خون کشن، برای اینکه هیچ کس نیست که کوالیفای کنه یک کسه. شما میفهمین گپ ها رو میخواین که من وقت مده چیزای چی من بسیار آبیانه گپ میزنم. امروز امرا یک دوستا که خود عالم دینم میگه مرا تو بسیار سوی پایان گپ میزنی. نه، اینم سطح من سوی پایان یا بالا، من میخوام که مردم گپ های مرا بفهمن، من میخوام که از قلب مردم گپ بزنم، من میخوام که گپ های من ایجا بشنم، گپ های ادبی بزنم اما منافقت کنم و مردم تخریب کنم، مثل که آمدن امی آدمی که امروز کات ما گپ زد مرا تخریب کرده بود. بله، من میخوام که قلبم در مقابل مردم پار بشه، همین تا الفاظ سگ و سگر رو هم ترار استفاده کنم که شما گپ بفهمین. بفرمایید تلویزیون نور، فرید یونس در خدمت شما هستم. بفرمایید. سلام دکتر صاحب. سلام جانم، چطور هستی؟ تشکر دکتر صاحب، پروگرام بسیار خوش و خوشایند است. بسیار در پروگرام تگان وقت امریکا را چی میکنی بعد می از خاطر که در افغانستان رفتا. مگرم دکتر صاحب امی خودتم در امریکا زندگی میکنی، میفهمی که تینیجرهای از اینجا که عسکر شده و میره به بعد جایی که یارایی میکنن یا از هر کلشان از یک فامیلی بسیار خوب و تحصیل یافته رفته، مگر او نرفته که برای افغانای بیچاره رو بکشه؟ افغانا خودشان سر خود آورده، میره 2.5 لک دلار برای ترجمانی میگیرن، بعد از او امریکایی رو میگه اونو جا طالب هست بزنه و مجبور است که بزنه. و در کدام دین و در کدام مذهب خود دیدی کبری بیست چند نفر برو علاکو ای که کافر باشی که به خدا عقیده داشته باشی یا نداشته باشی یا کرسچن باشی یا کاتولیک باشی، هیچ حق یک انسان نداره که یک انسان دیگه رو بکشه. بله تشکر جان، تشکر جان. که مسلمان باشم یا یک نفر کرسچن باشه یک کاتولیک باشه. تشکر جانم، تشکر نفس. ضروری نیست که یک نفر بکشه. تشکر جانم، تشکر جانم. ما از اول گفتیم که این عملات تروریستی ما شدید مخالفش هستیم و اسلام مخالف ترور و دهشت و خشونت است. از روز اولی را گفتیم. در عین زمان چرا در کشور ما باید همین قوای خارجی باشه؟ هیچ کدام دلیل نیست که باید باشه. ما را بانند که ما منعیس افغانا خود ما دور هم جمع شویم. ولی امروز که از اسلام اینا آدم گپ میزنه، برام یک دوست من لس آنجلس گفت که من نامش نمیگیرم، میگه از اسلام اینا گپ بزنی فورا ما را تاپی طالب میزنن. هی مسئله طالب نیست و من نیست یک امریکایی افغان امریکایی من حق دارم که نظریات خود بگویم. شما شاید موافق باشین که عسکر امریکا در افغانستان باشه، اما ما که تاریخ امریکای لاتین خواندیم، ما که تاریخ ایران خواندیم که سر دکتر مصدق چی حال آوردن، ما که چلی را خواندیم که پینوشه را آوردن، یعنی اینا یک موقعیت استراتژیک دارن، یک انترست استراتژیک دارن، به خاطر آزادی و دموکراسی و ترا افغانستان نرفتن و یک فریب کلان است. و این ما
دمی افسال که هیچ گپ نشده به خاطر از یک فریب است. چرا ما افغان ها خودمان متحد نمیشیم، یک مشت نمیشیم به نام اسلام واحد، از قوم پرستی و اینا برایم و بگویم که ما اینا را سرنوشت خودمان دست کنیم و تمام کسایی که می به نظر شخصی من کسا را سپورت میکنن به خاطر از اینا خودشون یک اندیشه عمیق سیاسی ندارن. بفرمایید، تلویزیون نور فرید یونس در خدمت شماستون، بفرمایید. ولی دکتر محترم سلام برسه برسه. سلام بی بی گلمه، بفرمایید. دکتر سید بسیار خوب آلمانه صحبت میکنید، من صحبت های شما را بسیار هر هفته گوش میکنم، بیننده که زنگ میزنه که چرا سگسگور چطور میگین دکتر سید، راستی شما از قلب مردم سخن میزنین و گپ میزنین. اگه شما مثلا تو کلمات را که به کار زورین بیچاری کسا در اینجا کسایی که اولادایی که در اینجا کلان شده اصطلاحات دیگر را نمیفهمند، با او خاطر خوب است همی رقم شما گپ میزنین دکتر صاحب محترم. زنده باشید، برنامه تان دلچسپ و دیدنی است. زنده باشید، زنده باشید، روز خوش برتان. زنده باشید. من هیچ وقت از استایلم نمیبرم اینجا بشی گپای ادبی ادبی بزن و خدا خدا عالم عالم بتراش و ترا که مچم آدمی که به رای دین گپ بزنه باید که وضع حسنه کنه. من وضع حسنه میکنم، من آدم بی تربیه نیستم، اما اینمی زبان مردم ماست. من میخوام چیزی که هستم اونم تو شما مرامت رو بشناسین، نه ای که از خود یک فیک یک شخصیت قلابی بسازم در پشت سر همی مردم تخریب میکنن، غیبت میکنن، امی آدم ها آمدن مرا تخریب کردن. امی کسایی که مرا انتقاد میکنن که والا یک ذره گپایت سوان کده بزن، والا یک ذره گپایت تو بزن، نه، شما از منافقت براین اول بیاین مثل ما رو آزاد گپ بزنین، اما خودتون اول از منافقت براین. امپریالیزم غرب اینا سپورت میکنن، منافع اقتصادی خود اینا میسنجن در داخل امریکا، منافع نامترای خود میسنجن، از خود چپ خود گرفتن و مردم ما یک راست کشته شده میره، در فقر و فاقگی زندگی کرده میرن و نام خودم عالم دین مامان، عالم دین ماندن. بر من امروز میگه که من یک آدم مسلکی استم، من دین مسلکی خواندم. بسیار مردم است که مسلک میخوانه، در یک جای میخوانه، اما نمیدانه که مردم گپش را بشنوه، برای از اینکه خودش در نفاق است، خودش که قلب خود در نفاق است. بفرمایید، تلویزیون نور فرید یونس در خدمت شماستم، بفرمایید. فرید جان، السلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. ما بسیار تمام فامیل ما علاقه با آواز زنی دانایی دارن و همیشه همگی ما میفهمیم که چقدر اولادای ما از این پند گرفتن، از این نصیحت خوب شما چه از پیشت یک گله دارم. بفرمایید. اینه من ایست که من میخوایم که ویدیو هایت بگیرم، از کجا بگیرم؟ چندین دفعه تلفن کردیم به دفتر میافظ دی بی نور دی بی و موافق نشدیم. به هر شکل که میشه لطفا، ما بسیار ضرورت داره اولاد، خصوصا اولادای ما. ما تنها یک فامیل نیستم دکتر، چندین فامیل هستیم، ما ضرورت داریم به دی وی دی های شما. تشکر ببیم، زنده باشین. ما میره از تلویزیون بشنوین. تشکر ببی گل من. برای خود قیمت جان شما بلندتر از اون است. تصادفی که امروز هم یادم کرد من بس میگد مرا میگفته که برنامه تو بیننده زیاد پیدا میکنی اگه تو از صحبت درستر کنی. به هر حال ما امرا یما جان دو سه دفعه گپ زدیم که یک نفر پیدا کنن که می پروگرام های ما دی وی دی شوه و پیسه شام برای تلویزیون بیاید. من یک قران علاقه ندارم، بلزی که ما از این مسائل دنیایی خود بالکل کشیدیم، از این پول و پاور و قدرت و نیفام نام و نشان و ترا ما خود بالکل کشیدیم. ما یا ماجران توال چند دفعه گفتیم که یک نفر پیدا کنین، همین دیویدیو را بسازین، همین دیویدیو را نشر کنین و پولش برای تلویزیون و مصرف تلویزیون بسازین تا اینکه تلویزیون هات برد شوه و امو هدف اقتصادی شما برآورده شوه. دیگر من باز هم یه عرض حال بر ریاست تلویزیون میکنم، من خودم یک قران علاقه ندارم به اصلاح ما، یک دلار من توقع ندارم که من بگیرم برای خود، برای از اینکه من از این مال و متا انما اموالکم و اولادکم فتنه، میگه مال و اولاد فتنه است، آزمایش بود. الحمدلله نه مرا مال داده نه اولاد و من کل بیغم هستم. از این خاطر من هر کاری که میکنم میخوایم که برم تلویزیون باشه و به مردمم باشه که وقتی که من میمرم مردم برام دعا کنن. اینمی آرزوی ماست، من هیچ کدوم آرزوی دیگه ندارم.
تلویزیون نور فرید یونس در خدمت شما هستم، بفرمایید. بله سلام علیکم دکتر، فرید اسماعیل هستم از نروژ شما را زنگ زدم. آه اسماعیل جان از نروژ چطور هستی جانم؟ تشکر، سلامت باشین. لطف میکنید دکتر فیضل، چرا لورین امروز برنامه بسیار جالبتون. الحمدلله شکر میکنم، بفرمایید. تشکر دکتر، من فقط یک چیز میخواستم بپرسم که به ارتباط همی گرچه این موضوع رو ما چند بار از پیش شما شنیدیم که میگن باید اساکر خارجی از افغانستان بره و خویی خود صد درصد به این من هم موافق هستم که وطن ما اشغال شده و این باید خاتمه بیافته اشغال، ولی شما این اسلامی را که شما معرفی میکنین با او اسلامی را که طالبان معرفی میکنن زمین تا آسمان تفاوت داره. یک دوم اینکه او اسلامی را که شورای نظار و جمعیت و حزب و چی معرفی میکنه با اسلامی را که شما معرفی میکنن بسیار تفاوت داره. اگر قرار شده که این قواه برن تو هست که اسلامی را که شما میخواین این اسلام ناظری را که شما فعلا تبلیغ میکنین که واقعا قابل عزیز که سر و پا باید آدم او را عملی کنن، کی هست سری کی همونطور یک نظام اسلامی باید ساخته شود؟ تشکر جانم، تشکر جانم. ما برای شما بگم وقت ما کم مانده، ببخشی ما گپ تفامیدم. ما چند دفعه گفتیم که باید که 8 گروپ آف 8 8 کشور جانی که شما کلش میشناسید اینا یک جا شون، افغانستان خل سلا کنن، افغانستان غیر منسلک بسازن، افغانستان مطلق خل سلا کنن و عسکر اول عسکر مسلمان ملل متحده برای سکیوریتی افغانستان بیارن. برای از اینکه ما به ایجوکیشن، من یک فرمول دارم به نام سی در انگلیسی، سی اس ای ای سکیوریتی economy education. تا که ما اول سکیوریتی نداشته باشیم ما یک اقتصاد سالم نمیداشته باشیم، تا که ما یک اقتصاد سالم نداشته باشیم ما به تعلیم و تربیت، برای تعلیم و تربیت قلم میخواد، کتاب میخواد، ابزار میخواد. از این خاطر کی میتونه که چه کنه؟ ما الحمدلله در چهار گوشه جهان مسلمانای بسیار بسیار فاضل داریم، دانشمند داریم، اینا میتونن که دست هم یکی شون. وقتی که تحصیل یافته پای خود پس میکشه معلوم دار طالب و ملا و اینا سر خود سر قدرت میان، اما اگه تحصیل یافته ما بیاد پشت تلویزیون بشنه و به نام اسلام و به نام محمد صلی الله علیه و سلام و به نام قرآن گپ بزنه، که من امروز هم آقا را گفتم که شما دمی چند ساله که ما آمدیم در امریکا یکیتون شما هیچ چی نمیکنین، اعتراف نمیکنین که کشور ما اشغال شده. نه او یک گپ دیگه است، نه یک گپ دیگه نیست، از الف تا یای شما باید اشغال. تمام کتابای امریکا رو اشتباه میکنه که افغانستان اشغال شده. پس چرا شما تمام روز در پشت این چیزایی گشتیم که 100 سال ما را یاد دادن که نماز تو باشه، وضو تو باشه و نه فهم نه. ما برادر از نماز و وضو قصه ما خلاص شد، حالا بیاین که ما خود از اسارت بکشیم. و از دانشمندا در استرالیا است، در اروپا است، در امریکا است، میتونن که اینا یک جا شون، اما دل خود پاک کنن، از قوم و قومبازی و مذهب شیعه و سنی و اینا برن، منعیس یک افغانستان واحد در زندان کنن و بر قدرت نخواین که کار شون. متاسفانه ما کل ما در مجلس که میریم میخواین که اول رئیس شون. یک تلفون دیگر هم میگرم، باز میریم به خدمت شما. بفرماین تلویزیون نور فرید یونس در خدمت شما هستم، بفرماین. بفرماین جانم، بفرماین در خدمت شما هستم. بله السلام علیکم. السلام علیکم جانم. السلام علیکم، نام ما فاروق یوسف زای است، از شهر تیسی شما را زحمت میتونم. بفرمایین آقای یوسف زای. آقای یونس، یکی از شنونده های دائمی پروگرام شما هستم. زنده باش. از نگاه محتوا پروگرامتان فوق العاده خوب و دلچسپ است، منتها به حیث یک دوستتان، به حیث یک شنونده دائمی پروگرام، فقط یک دو حرف دارم که در قسمت صحبت هایتان میخواهم. یکی ای که شما همیشه وقتی که صحبت میکنید در حالی که با معلومات با محتوای کامل این که شانه شایسته شانه یک داکتر است راه میکنید، در این مبیخی معترف هستم، اما زیادتر شما به مود فایتنگ نرین شدن دارن. من یک آدم بسیار حلیم هستم، همیشه گفت ها را بسیار به دقت میشنوم، اما بعضی اوقات صحبت های شما را که میشنوم بیاوستلم میشم سید. من شما به مود جنگ یک آدم هم یارید،
شما از بعضی احساسات بسیار رقیق و سخت دارید، بسیار پرخاشگرانه صحبت میکنید. من خواهش میکنم که مثلا روی پیشتر گفتید سگ و سگر. سگ و سگر این هرگز از جمله اصطلاحات ما نیست، یک عامیانه ما نیست، یک دوست. هرگز دشنام دادن برای از عالم چون شما زیب ندارن. فقط من این امیره میخواستم خدمت شما عرض کنم با عرض احترام. امی موضوع را از برادر خود من بسیار تشکر میکنم. منتها من بر شما بگویم که این امی استایل ما است و ما از استایل خود نمیبرایم. من هیچ مسئله دکترا و عالم و من اول عالم نیستم، یک دکترا دارم و دارم، اما این امی استایل ما است و مردم مرا به می استایل قبول کردن. از او خاطر من گپ شما را شنیدم، گپ شما را احترام دارم، اما من نمیتونم که این امی دگاوار بشنم و صحبت کنم. هر کس از خود یک استایل نطاقی داره و من نمیخوایم که دگاه باشم و نمیخوایم که دگاه ما باشن. این بود برنامه امروز ما از تلویزیون نور. تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. در برنامه آینده یک فیلم که مصاحبه ما هم را یک تلویزیون آمریکایی به خدمت شما نشان میدم. تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. دکتر یونس، شب روز شما بخیر. تشکر.